امروز 21 ماه عظیم رمضان سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام است حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام پسر عمو و داماد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و همسر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یگان دخت پیامبر است که از جانب خدای متعال به عنوان وصی و جانشین آخرین پیامبر الهی منصوب شد حجت البلاغ آخرین حج در تاریخ اسلام با حضور پیامبر خاتم الانبیا بود که از جانب خدای متعال خلافت و جانشینی امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب را اعلام کرد و هزاران نفر به مدت سه شبانه روز با امیرالمؤمنین بیعت کردند اما پس از شهادت پیامبر برخی صحابه ایشان با تشکیل شورای صقیفه میان امت اسلام دو دستگی ایجاد کرده و تفرقه افکنی را آغاز کردند همین ایجاد اختلاف باعث بغز و کیناهای بسیاری شد که جنگ هایی را هم بر امیر المومنین حضرت علی علیه السلام تحمیل کرد اما حتی شجاعترین عرب نیز نتوانست در میدان نبرد حریف قابلی برای علی ابن ابی طالب باشد لذا مخالفان دست به توطئه زدن و با ترور مردانه مولا الموحدین را در محراب مسجد کوفه به شهادت رساندند به همین مناسبت این شب و روزها میلیون ها عاشق و پیرو و امیر حضرت علی ابن عبی طالب علیه السلام در کشورهای مختلف مجالس عزاداری بسیار زیادی برگزار کردند بزرگ دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله لزماسی صادق و صادق حسین شیرازی رام الله در شهر مقدس قوم نیز شب گذشته میزبان برگزاری مراسمی با حضور معظم الله بود همچنین شب گذشته مراسم احیای دومین شب قدر نیز با حضور مرجعیت شیعه در بیت ایشان برگزار شد شایان ذکر است که این مراسم به مدت پنج شب تا 22 دوم ماه عظیم رمضان چهارم اردی بهش ادامه خواهد داشت و شبکه امام حسین علیه السلام این مراسم را هر شب رأس ساعت 23 و به وقت مشهد مقدس به طور مستقیم پخش می کند.